التهاب روزهای پیش از انتخابات در آمریکا بیشتر شده است. روز چهارشنبه کلیسای متعلق به سیاه پوستان در میسیسیپی به آتش کشیده شد و به روی دیواران جمله به ترامپ رای بدهید نوشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در حمایت از نامزد دموکرات ها به حمایت کوکلوس کلان ها از دونالد ترامپ اشاره می کند و می گوید اگر به زنان قبل از انتخابات احترام نمی گذارید وقتی به کاخ سفید همراه بیابید نسبت به زنان بی خواهید کرد. اگر شما حمایت کلان و هواداران آن را میپذیرید و در واکنش به این حمایت تردید نشان می دهید قطعا وقتی به کاخ سفید راه پیدا کنید با حمایت این گروه کنار خواهید آمد. نظرسنجی ها هم طی این روزهای واپسین مانده به انتخابات بسیار متفاوت و فشرده است. روز گذشته نظرسنجی ها از پیشی گرفتن یک درصد دونالد ترامپ از هیلاری کلینتون خبر می دادند اما روز چهارشنبه نظرسنجی ها می گوین نامزد دموکرات ها دو درصد جلو افتاده است. دونالد ترامپ که به پنساکولا رفته روز چهارشنبه هواداران خود را به خونسردی فراخواند او در این سخنرانی گفت شش روز دیگر ما در فلوریدا برنده خواهیم شد و کاخ سفید را مال خودمان میکنیم <تصفح> <تصفح> دونالد آرام و خونسرد و مهربان بمان و مستقیم حرکت کن طی روزهای اخیر هیلاری را تحت نظر داشتم او کاملا نامتعادل است ما مثل آنها نخواهیم شد او کاملا پریشان شده است وی به تازگی از کسانی که زود هنگام به هیلاری کلینتون رأی دادند خواسته است رأی قبلی خود را باطل کنند و به وی رأی بدهند.